با شما هستیم در بخش ورزشگاه. یگانه کسانی که امروز در افغانستان خبررسان خوشی هستند بر ما، ورزشکارای ما هستند در رشته‌های مختلف. ما سپاسگزار هستیم از تک تکشان و تقدیر میکنیم تمامشان. فردا شب مسابقه فوتبال هست، شاهین آسمایی و سیمرغ البرز در برابر هم مسابقه خواهد داشتن و شما میتونین که برین و ببینین مسابقه را، فوتبال را تماشا کنین. حتما با خبر هستین که قرار است فردا شب مسابقه از طرف شب برگزار شود. و مهمان ما هم جناب ضیا آریا هستند، معاون کمیشنر لیگ برتر افغانستان. سلام به شما، صبح بخیر، خوش آمدین. سلام به شما مریم جان، سلام به شما، سلامت باشید، صبح بخیر به شما و تمام هموطنان ما. زنده باشید. میخوایم که پیرامون این شهکاری که تصمیم بر این شد که مسابقات از طرف شب برگزار شد و چندین سال هم است که برنامه ریزی میشه و بالاخره امسال موفق شدین تا بتونین که از طرف شب مسابقات برگزار بکنین، میشه صحبت بکنین؟ امل جان، کار آسان نبود. همونطور که گفتین چندین سال است، تقریبا 3 سال است که ما کوشش داشتیم که این نورافغانا را بیاریم و نصب بکنیم در میدان فوتبال فدراسیون افغانستان، اما امکان پذیر نبود به دلیل مشکلات بودجوی که داشتیم، به دلیل مشکلات لوجستیکی که داشتیم، چون این نورافغانای ساده نیست. این نورافغانا به استاندارد بین المللی و به استانداردهای فیفا عیار است و یا متاسفانه که در افغانستان پیدا نمیشه. ما مجبور بودیم که از خارج از کشور وارد بکنیم به افغانستان بیاریم، که برای ما دو مشکل داشت، یک مشکل لوجستیکی و دیگه مشکل بودجوی، چون هزینه بسیار زیاد ضرورت داشت. ولی بالاخره موفق شدیم با یاری خداوند و همکاری فدراسیون فوتبال افغانستان، همکاری یک جاداره که از وزارت محترم مبارزه با مواد مخدر تشکری بکنم، با همکاری اونا دانستیم که بالاخره این نورافغانا را بیاریم و امیال که ما شما گپ میزنیم بس. تقریبا 4 روز به این طرف همکارای ما مصروف ازی هستند که نورافغانا را در میدان فوتبال فدراسیون افغانستان نصب و منتاج بکنند. و جناب آریا، یک تشویشی که هموطنان ما دارن این است که امسال خب از این نور افغان ها استفاده خواهد شد، اما چطور اینا نگهداری خواهد شد، حفاظت اینا چگونه خواهد بود که در سالهای آینده هم در مسابقات بعدی هم بتانیم از این نور افغان ها استفاده کنیم؟ بله مریم جان، نور افغان ها با کمپانی که قرارداد شده برای مدت 1 سال وارنتی داره که این کمپانی مسئول است که از این حفظ مراقبت بکنه، در صورت که این نورافغانا کدام مشکل تخنیکی پیدا میکنن، این شرکت نمایندگی که در کابل داره توسط از او ایره پس دوباره به ما میسازن و مشکل شرف میکنن. ضمن از او در جریان از این 1 سال تیم تخنیکی ما با این شرکت همکار میباشه و در طول از این 1 سال اینا تمام امو مسائل تخنیکی را فرا میگیرن که باز قادر به این باشن که بعد از 1 سال که شرکت امو وارنتیش یا زمانتش به پایان میرسه، باز تیم تخنیکی خود ما بتانن که این نورافغانا را به گفته شما برای مدت طولانی که باز ما میباشیم ایرا به شکل درستش نگهبانی بکنن و مشکلات تخنیکی شرف. بله جناب آریا صاحب، چطور تصمیم بری شد که مسابقات از روز بره به طرف شب برگزار بکنین مسابقه را؟ خب تصمیم 3 سال پیش گرفته شد. بله. 3 سال پیش دلایلی که موجود بود برای از این تصمیم، 3 دلیل عمده بود. بله. البته تصمیم اول بدلیل از این که ما بود اجتماعی از این موضوع که هموطنهای ما زمینه از این که مثلا بتانن از طرف شب براین با فامیلای خود بدور از دغدغه های روزمره شان برن با فامیلا و اولادها از یک سپورت، از یک
چیز خوب دیدن بکنن ما نداشتیم. دقیق میگن ما... جناب آریا یک موضوع بسیار خوب اشاره کردین که یک گپ کاملا نو است در افغانستان. بله بله. که مردم برن از طرف شب بتونن بله. فوتبال از نزدیک تماشا کنن. چی فکر میکنین آیا مردم خواد آمدن دیدن خواد کردن یا خیر؟ ما فکر میکنم که مردم فوق العاده انتظار ازی هستن. اقلا دمو حلقایی که ما ارتباط دارم با مردمی که ما به ارتباط هستم خیلی خوشحال هستن و خیلی هیجان زده هستن و منتظر ازی هستن. جناب آریا صاحب، نگرانی هموطنان ما شاید باشه از بود امنیتیش میخواییم صحبت بکنیم. چقدر امنیت خوبتر و بهتر گرفته شده به خاطر برگزاری مسابقه؟ خب بله، بدون شک موضوع امنیتی یکی از بحث‌های بسیار مهم ما بود. از چند ماه به این طرف وقتی که ما عقد قرارداد کردیم برازی، همزمان با او ما شروع کردیم به تدابیر امنیتی ازی. همچنان اولین کار که کردیم با مسئولین امنیتی ای را در میان گذاشتیم که اونا به ما وعده 100% دادن که همکار می باشند با ما در تامین امنیت، همچی یک مسابقه که از طرف شب برگزار میشه و در او تعداد زیاد است و هموطنان ما میان، فامیلا میان و همچنان ما خود ما تیم امنیتی خود ما هم ما تقریبا امو آمادگی های امنیتی خود دو چند ساختیم، دو برابر ساختیم و خود ساحه که مسابقه فوتبال برگزار میشه بخیر او را ما آماده ساختیم و تمام لوازم و تجهیزاتی که لازم بود برای تامین امنیت از این ساحه او را ما نظر گرفتیم. و مسئله بعدی است که چطور هموطنان ما میتونن بیاین و تکت بخرن و تا چه زمانی میتونن که تکت خریداری کنن؟ خب قسمی که در اعلانای ما همچنان هموطنان ما میبینن تکت های ما در پشت درب فدراسیون فوتبال افغانستان موجود می باشه، همه روزه میتونن که تکت بخرن و تکت از ساعت 8 الی ساعت 8 شب به دسترس هموطنان ما قرار داره. میتونن مسابقه فردا شب که ساعت چند رسما آغاز میشه بین شاهین آسمه و سیمون غرباز؟ مسابقه فردا رسما ساعت 6 بله آغاز میشه و تا ساعت 8 ادامه پیدا میکنه. یعنی بینندگان تا چه ساعتی میتونن بیان به داخل استادیوم؟ خب اگر از ساعت 5 شروع بکنن آمدنه که هرچقدر وقت‌تر بیان میتونن جای خوبتر اونا بگیرن، ولی راست ساعت 6 ما شروع میکنیم. دروازه ورودی فدراسیون فوتبال از ساعت 4 به بعد باز میباشه و در جریان مسابقه هم کسی میتونه بیایه اگر بله. کسی ناوقت‌تر نبرسه. بله بله بله، میتونن تا آخر مسابقه اونا تشریف بیارن. بله. بله خیلی هم سپاسگزار هستیم جناب ضیا آریا. سلامت باشین، لطف کردین تشریف آوردین. سلامت. پس از یک وقفه کوتاه با شما خواهیم بود. بله.